نالا و فریاد و اندوه در و دیوار این خانواده را فرا گرفته است و در گلیم ماتم این خانواده بستگانش نشسته هم. کشتار عبد عضو یک خانواده در پایتخت افغانستان. بستگان این خانواده می گویند که افراد و تپنگدار اتا کودکان را نیز به گلوله بستند. رویداد که ساعت دوی شب گذشته در ساحه جمال مینیکارتی سخی شهر کابل رخ داد. به شمول رئیس فامیل و خانمش یکی از مهمانش هم که خانهشان بوده اونا هم دمیج شهید شدن. دیگه یک پسرش به نام علی جان و دو تا طفل های دیگه که تقریبا حدود 7 نفر میشد، 3 سیاسر و 2 طفل و 2 مرد خانه که به شمول رئیس خانه بودن، 7 نفر شهید ساختن. پدر، مادر، 2 عروس که یکی آن طفل نوما در بطن داشته و دیگری هم را با شوهرش که قرار بود امروز زاد روز تولدش را جشن بگیرند در این رویداد جان باختند. هنوز پهلوهای پنهان این رویداد روشن نشده است و تا کنون معلوم نیست که افراد تفنگدار چند تن بودند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل، از آغاز بررسی ها در این باره سخن می زند. یافتای پلیس کابل در این مورد یکی موضوع از خصومتهای خانوادگی بوده. قبلا فامیل هم دعوا داشتن با کسی برای یک زمین و یافتای ما این است که این اتفاق کسانه دیشب ناشی از این خصومت و دعوای قبلی باشد. در این اواخر رویدادهای جنایی در شهر کابل تا حد افزایش یافته و هر از گاهی خبرهای از رویدادهای قتل، اختطاف و دزدی نشر می شوند. اما قتل 7 عضو یک خانواده در یک شب رویداد کم سابقه است. باشندگان کابل از افزایش جرمهای جنایی ابراز نگرانی می کنند و نهادهای کشفی و امنیتی را در جلوگیری و بازداشت عاملان این رویداد به انتقاد می گیرند.